درود بر شما همراهان گرامی کانال سرانه. اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در یک فایل صوتی افشا شده را میتوان خنجری به پشت محمد خاتمی و دوستان و نزدیکانش دانست. وبسایت ایران وایر یک فایل صوتی از گفتگوی ظریف با چند نفر را منتشر کرده که ظریف در آن میگوید خاتمی و همکاران به اصطلاح اصلاح طلبش در سال 1378، یعنی 2 سال پس از رئیس جمهور شدن خاتمی، نقشه سرنگونی خامنه ای را کشیدند و میخواستند سمت رهبری را از قانون اساسی حذف کنند. به همین خاطر خامنه ای آنها را از قدرت کنار زده. جریان اصلاحات در سال 78 رفت به سراغ حذف، یعنی گفته که من میخوام قانون اساسی را حذف کنند. بعد از انتخابات من یه شیشه بود، معلومه تو حذف شما دیگه اینجا قواعد رئالیستی حاکمه. وقتی شما بقای یک طرف رو تهدید بکنید، اونم میاد بقای شما رو تهدید بکنه. اگر نه، بین 76 تا 78 واقعا زمینه برای پیشرفت. شما یه مثال من بزنید. ظریف در ادامه مدعی شد علی خامنه ای از همان سال چفیه انداخت که نماد آمادگی او برای مبارزه و جنگ با خاتمی و دوستانش بوده. ظریف گفته او که در آن زمان در وزارت خارجه کار میکرده شاهد تغییر تمام قاب عکس های رهبر جمهوری اسلامی از تصاویر بدون چفیه به تصاویری بوده که خامنه ای در آن چفیه پوشیده بوده. شما برید ببینیم رهبری از کی چفیه انداخت. من وقتی رهبر شد ما یاد اون چفیه انداخت. من که به دنیا نایمده ولی خب یاد اون رهبری از سال 78 چفیه. من عکسی که از رهبری داشتم تو اتاقم تو وزارت خارجه عکس بی چفیه، یعنی تو کل وزارت خارجه عکس بی چفیه. چرا چفیه انداختن؟ به خاطر اینکه جریان اصلاحات، البته حالا من دیگه نمیخوام وارد بعضی گیرون باشه، رفت سراغ حذف رهبری و پشت بیسیم گفتن پیش به سوی آذربایجان توی تظاهرات 78 تو خیابون آذربایجان هم نیستن شما آذربایجان هم نیستن. یعنی اشتباهات خودمون رو به پای اشتباه دموکراسی نذاریم. به نظر من جناح چپ توی انحصار طلبی دست جناح راست رو از پشت می‌بنده. یه بار هم باقید خاتمی گفتن، گفتن این رژیم های شما وقتی که تند بودن با ما مخابر بگفتن این لیبرال، الان که اومدن اما لیبرال تر شدن هنوز هم با ما مخابر. این نخستین باری نیست که یک فایل صوتی از گفتگوی خصوصی ظریف منتشر می شود. 2 سال پیش، درست در زمانی که زمزمه نامزدی ظریف در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، یک مصاحبه از ظریف پخش شد که ضربه بزرگی به او وارد کرد و باعث شد او نتواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود. ظریف در آن مصاحبه با انتقاد از قاسم سلیمانی، سوگلی علی خامنه‌ای، او را بازیچه دست پوتین رئیس جمهور روسیه خواند. تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016 یا 26 دی 94، حدود 6 ماه، شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکنید. فقط کافیه مرور بکنید. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن 2 کشتی آمریکایی بود، ولی اولینش اونا نبود. اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. اون سفر تحت کنترل شما نبود؟ خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. خب نه به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار سلیمانی. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه. آقای دکتر حرف بسیار سنگینی میزنید. حرف بسیار سنگینی میزنه. یعنی فرمای شما اینه که اراده روسیه که ضد
منافع جمهوری اسلامی ایران بود که شما تجلی دهندش بودید، تونست سردار سلیمانی رو بکشونه به کنسو. سردار سلیمانی در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماهای دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدیتر حضور پیدا کنند. ظریف پس از آن ماجرا قطعا به شدت محتاط شده و فهمیده هرچه پشت پرده و در گفتگوهای به اصطلاح خصوصی و محرمانه میگوید ممکن است روزی افشا شود و هزینه ای را به او تحمیل کند. پس اگر نگوییم ظریف این بار خودش عمدن جلسه ای را با گروهی ترتیب داده و خودش عمدن فایلش را به بیرون درز داده، باید بگوییم او قطعا احتمال افشای اظهاراتش را در نظر داشته. ظریف در واقع در فایل صوتی جدیدش در حال دفاع از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های حذف‌گرایانه‌اش در قبال جناح به اصطلاح اصلاح طلب به ویژه محمد خاتمی است. در ظاهر ماجرا این گونه به نظر می‌رسد که ظریف با این ادعا که خاتمی و دوستانش در صدد حذف خامنه‌ای بودند، هر گونه برخورد قهری با آنها را هم توجیه می‌کند. البته در تحلیل اظهارات ظریف باید گفت او قطعا دروغ می‌گوید. محمد خاتمی و دوستانش همان گونه که اکثر مردم میگویند استمرار طلب هستند، یعنی برای حفظ و ادامه و استمرار نظام ولی فقیه تلاش میکردند و تلاش میکنند، نه برای اصلاح دموکراتیک آن. محمد خاتمی بارها و بارها در کلام و هم در عمل وفاداری و اعتقادش به نظام ولایت فقیه را ثابت کرده. در آذر 83 وقتی که دانشجویان گفتند خاتمی به خاطر عمل نکردن به وعده هایش در زمینه اصلاحات و به خاطر عقب نشینی هایش در مقابل خامنه‌ای و سپاه به رأیشان خیانت کرده، او این گونه با آنها پاسخ داد: من اولا شهادت روشنفکریم رو بدم تا بعد اگر با شما هم دعوا داریم دعوا. آقا اینجور این خلاف مسائل دموکراتیکه. این چه وضعیه که شما انجام میدید؟ چند نفرید که هو میکنید؟ آقا کاری نکنید بگم بیرونتون کنن. آدم باشید. دوستانی که اجازه فرمید، مردم سالاری جز از طریق سازگاری آن با دین در کشور ما قابل تحقق نیست. آنان که مشکل ما را دینداری می بندارند اولا حرف تازه‌ای نمی زنند، ثانیا بسیار سطحی هستند، حرفهای بهتر اونها را دیگران زدند، سالسن با این تز کشور را به مسیر خطرناکی می اندازند که آن سویش معلوم نیست کجاست، بلکه معلوم است که کجاست. بدین ترتیب ظریف قطعاً درباره نقشه خاتمی و همکارانش برای حذف علی خامنه‌ای و سمت ولی فقیه دروغ می گوید. ظریف احتمالاً با این دروغ دو هدف را دنبال می کند. هدف اول ظریف خودشیرینی برای به دست آوردن دل علی خامنه‌ای است، به این امید که دوباره بتواند به وزارت خارجه بازگردد. ظریف بیشتر عمرش را در آمریکا زندگی کرده و اغلب در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در این کشور به عنوان دیپلمات مشغول به کار بوده. ولی از 2 سال پیش که ابراهیم رئیسی سر کار آمده، ظریف خانه نشین شده و به شدت احساس بطالت می‌کند. خیلی روز خوبی بود. ماهی هم گرفتیم. ویدیوی اخیر منتشر شده از ظریف که او و همسرش را در حال ماهیگیری در خلیج فارس نشان می‌دهد، به خوبی ثابت می‌کند که ظریف از خانه نشینی حوصله‌اش به شدت سر رفته. اما جواد ظریف به خاطر تحریم‌های آمریکا دیگر هیچگاه به عنوان شهروند عادی نمی‌تواند به این کشور سفر کند. ظریف احتمالاً به خاطر ترس از بازداشت و محاکمه جرأت سفر به کشورهای اروپایی هم ندارد. بدین ترتیب تنها راه پیش پای ظریف برای سفرهای خارجی به ویژه آمریکا و اقامت در هتل‌های 5 ستاره با امکانات کامل و لوکس به حساب ملت ایران، بازگشت او به وزارت خارجه است. هدف دوم ظریف احتمالاً آن است که گروهی از مردم را که اصولگرا و اصلاح طلب را دو روی سکه نظام ولی فقیه می دانند فریب بدهد و بگوید این اصلاح طلبان برعکس آن که شما فکر می کنید استمرار طلب نیستند، بلکه به دنبال تغییرات واقعی در جهت دموکراتیک کردن ایران هستند. البته ظریف بسیار ساده‌لو است، چرا که هیچ کس تردید ندارد که حکومت جمهوری اسلامی روزهای آخر عمرش را پشت سر می گذارد.
و قبل از آن که ظریف دوباره بتواند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازگردد و در آن سمتی به دست آورد، احتمالاً از این رژیم چیزی باقی نمانده و این چیزی نیست که صرفاً توسط براندازان و کارشناسان خارج از ایران مطرح شود، بلکه بسیاری در داخل کشور هم از آن صحبت می‌کنند. در مورد انتخابات دو سال دیگه و دولت آقای رئیسی، اونم تحلیلتون بفرمایید، هم در خصوص حالا پیشبینیتون در خصوص نرخ مشارکت. ببینید اگر انتخابات بعدی یعنی 1404 قالب جمهوری اسلامی بود، بسیاری برای این باورند که مرگ علی خامنه‌ای که احتمالاً به زودی اتفاق خواهد افتاد باعث بروز یک خلأ بزرگ قدرت در کشور می شود و این خلأ می تواند سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد. علی خامنه‌ای در 30 سال گذشته افراد زیادی را از قدرت حذف کرده تا افراد وفادار به خود را در پست‌های کلیدی بگمارد. اکثر نهادهای حکومتی فقط از علی خامنه‌ای حرف شنوی دارند. با مرگ علی خامنه‌ای احتمالاً سردرگمی بزرگی در این نهادها حاکم می شود و افراد بانفوذی هم که در سالهای گذشته توسط خامنه‌ای از قدرت کنار گذاشته شدند، مانند رفسنجانی‌ها، لاریجانی‌ها، احمدی نژادی‌ها، روحانی، خانواده خمینی و دیگران تلاش خواهند کرد تا به قدرت بازگردند. جنگ قدرت میان این افراد و نارضایتی گسترده عمومی احتمالاً باعث فروپاشی کل نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین خاطر علی خامنه‌ای تلاش کرده تا هیچ فرد منتقد و مستقلی در انتخابات اخیر نتواند به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان وارد شود، به این امید که شاید نظامش برقرار بماند و فرزندانش مجبور به فرار به روسیه یا ونزوئلا نشوند. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.